سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به مستر دکو خیلی خوش اومدید مجددن. سلام به عبدی، نگاه، سحر، محمد و کیارش. یه عاشقانه با طعم جنایت از مازیار میری به نام شریک جرم قسمت چهارم رو میبینیم. قبل از هر چیزی میخوام از اسپانسر برنامه‌مون بگم. اسپانسر برنامه‌مون رویالتی گروپ که تشکیل شده از تیم وکلای حرفه‌ای برای عرضم بوده تمام مواردی که میشه در ترکیه استفاده، اقامت گرفتن، خرید ملک، همه کارهایی که میخواییم بکنین، امورات حقوقی و بیمه و بانکی و اینا، میتونید با ثبت اسناد و اینا میتونید از این شرکت که شماره هاش هم در صفحه الان میبینید باش در تماس باشید. اگر اسم مستر دکورم بیارید حتما از آفرهای ویژه برخوردار خواهید شد. بریم و برگردیم. جان مشاوره رایگان هم میدن آرام سوال؟ بله مشاوره رایگان هم میدن. بله مشاوره رایگان هم دارن. بریم و برگردیم. درود میگم به دوستای خوبم و مخاطبان قدیمی و جدید مستر. سریال شریک جرم، اول که خب باید بگم راجع به دغدغه آقای مازیار میری، همیشه هم توی اون دو سه تا فیلمی که کارگردانی کردن و توی سریالشون اکثرا دغدغه خانم‌ها و دخترها بود و اینو ما توی سریال شریک جرم هم میبینیم. سریال شریک جرم رو من دوست دارم، نمیدونم چرا، یعنی خودم هنوز یه دلیل کاملا منطقی براش پیدا نکردم، ولی سریالی هست که منو همراه میکنه ریتمش، یعنی اون هیجانی که دنبالش هستم به من میده، اون لحظات عاشقانه ای که اون دختر پسر با هم داشتن برای من بامزه بود، حالا نمیگم واقعی بود ولی بامزه بود. و برعکس خیلی از موارد خانم سارا بهرامی رو من اینجا دوست دارم، یعنی احساس میکنم که واقعا داره یک تنه تلاشش میکنه و بار قصه رو دوش یک نفر هستش، اونم خانم بهرامیه و اون داره تلاشش رو میکنه. حالا من نمیگم فیلم نام درسته یا نه، من علاوه بازیگری دارم، آقای امین شرباک رو دوست دارم، مهتاب ثروتی همیشه دوستش داشت، بازش همیشه برام دلنشینه، چهرهش خیلی دلنشینه و این قسمتش رو واقعا خیلی بیشتر دوست داشتم، چون یه تیکه هایی یه سکانس هایی داشت که اون هیجان رو بهمون میداد، حالا سکانس پایانی و اون یکی دو سکانس وسطش برای من جالب بود. در ادامه حالا مرسی. در ادامه بچه علی ثانی‌فر تازه نقشش مشخص شد که گفت من یه بازپرس ویژه بودم. بعد یه نکته‌ای که هست، این دیالوگا رو به نظر من، چون که حالا یه صحبت کیارش دفعه قبل که گفت انگار بودجه ندارن تهیه کننده ها گدابازی در میارن، میتونست مثلا یه فلشبک بزنی یه سیزش نشون بده، برای اینکه اونو نسازن توی یه دیالوگ خلاصش میکنن. سلام به همگی و به همه طرفداران سریال شریک جرم. من سریال شریک جرم رو از قسمت اول گفتم که طرفدارش هستم، ولی خب تو قسمت سوم یکم نه خیلی زیاد افت کرد، یعنی چیزی بودش که اصلا انتظارش رو نداشتم که بخواد بعد یکی دو تا قسمت خوب اون قسمت خیلی بد رو نشون بده، اما خدا رو شکر توی این قسمت جبران کرد، یعنی چیزی رو که بعد نشون بده رو نشون داد و اینکه قصه رو خیلی برد جلو، برد پیش، بردش، اینکه دیگه نخواست بیش از اندازه کشش بده. اما اینکه مثلا در مورد بازیا که سحر میگه همش رو دوش خانم بهرامه، اینو باید موافقم، ولی خب من گفتم من با قصه کاری ندارم، ولی میخوام بگم که ضعف قصه باعث شده که شخصیت میترا انقدر پررنگ باشه، یعنی همه دغدغه و اتفاقا از طرف ایشون رخ بده و بقیه عملا فقط در حد چند تا دیالوگ بیان و برن. رابطه عاشقانه که بین نسرین و آرمان هم شکل گرفته رو، رابطه عاشقانه رو من از طرف آرمان میفهمم، یعنی کاملا باور میکنم، اما حس میکنم که از طرف نسرین اشتباهه، یعنی دروغه، که انتهای این قسمت هم اینو نشون دادی، فکر میکنم حالا یا بازیه از طرف خودشه، که بیشتر من میگم خودش هم توی این بازی هستش. اما باگ داره دیگه، قسمت قبلی من نبوده ولی باگ قسمت قبلی رو الان من میگم، یکمی که دقت نکردن توی تدوین سکانس ها پشت سر هم، یه قسمتی بودش که شب رو نشون داد بعد کات شد اون سکانس رفت توی روز، دوباره کات شد همون سکانس ادامه سکانس قبلی که شب بود و نشون داد، یعنی فکر کنم شب و روزش هم اونجا جابجا شده بود. این نکته ها خیلی مهمه که اگه بهش توجه بکنن حداقل سوتیای خنده دار رو ازش نمیگیریم. این داستان جابجایی سکانس ها توی قسمت سوم بود، اول قسمت سوم بود که حالا خودت نبودی قسمت. آقا سلام عرض میکنم خدمت همه شما، همینطور دوستای خوبم. ببین مهدی درست میگه، اگه از همون آقای ثانی‌فر میمدن یه بک‌گراند نشون میدادن
که برای اون مخاطب صحنه سازی میشه تو ذهنش که مثلا میفهمید که آقا این قبلا چیه کاری بوده، خب خیلی قشنگتر بود. به دختره میاد میگه یه آهنگ بذار که تو خاطرم ببینه، برمی داره یه موینزه چسناله پلی میکنه، بعد دخترم خوشش میاد، جفتتون بعد با چکم باشه ناخ بیرون. یعنی چی؟ بعد واسه قرار اول خیلی به هم نگاه نمیکردن، هیتتون به اون خیلی مصنوعی به نظر تو پشت ماشین نمیشه. من واقعا نمیدونم، واقعا اینجوری قش نمیدونم، مثلا من اشتباه میکردم. بعد اولش من فکر کردم که این خانم وکیل آدمی داره که داره از آرمان عکس میگیره، مثلا یه آدم خانم وکیله. بعد دیدیم که نه، آدم از چیز داره فرق عکس از جاهای دیگه هم داره عکس میگیره، آدم خانم وکیل نیست. ولی آدمی که اول فیلم داشت عکس میگرفت با آدمی که آخر فیلم عکس میگیره فرق میکردن، چون دستای یارو پر پشم گوسفند بود نفر اول، و نفر دوم دستش زرد چیز، دستم مرد بود ولی دستش اونقدر پشم نداشت. عرضم به حضور شما، شما صبونه انگلیسی میخوای به مردم یاد بدی، صبونه انگلیسی با قهوه نمیخورن، یارو شل میکنه دو دقیقه بعدش. محمد چی میگی؟ ولی واقعا یارو شل میکنه. من دیگه فعلا چیزی نمیگم تا بعد. سلام و درود خدمت همه عزیزان مستر دکوری. آقا من شریک جرم از همون اولم نبودم، الانم نیستم، چون واقعا این ژانر فیلمنامه و کشش داستان، پیچای منطقی، اینا خیلی مهمتر از کافی شاپای خیلی شیکه و استیک خوردنه و با چنگال غذا برداشتنه. ما نم چه داستانی شده فقط میخوایم بریم تو کافه‌های لاکچری یه سری صحنه ها رو بگیریم که مخاطب انگار داشته باشه، ولی در عمل اصلا فیلمنامه در نمیاد، بازی ها توجه نمیشه. خانم بهرامی من به عنوان بازیگر قبولش دارم، چون کارهای خوبی هم دیدیم از این بازیگر، ولی خب کارگردان خیلی باز مهمه. آخه چی جوری میشه؟ حالا عبدی قهوه رو گفت، اونا رو اصلا بذاریم کنار، چون اصلا لته شیر داره با اصلا با چیز انگلیسی، یا قبلش میخورن این خوره میگذره، بعد بعدش اصلا با چای قاطی کرده بودن. بعد تو این جان زور بازیگر که میفته همه داستان رو دوشش خیلی بد حرفه‌ای باشه. خانم بهرامی هنوز نمیتونه صداشو کنترل کنه. پیشنهاد میدم به خانم بهرامی بازی خانم نونهالی تو دست انداز رو نگاه کنن، که اصلا جدا از با بازی که با صورت میکنن، با صدا اصلا یه بازی دیگه ای در میارن ایشون، که به من مخاطب یاد میده آقا بازی فقط با صورت نی، حتی با صدا بالا پایین کردن. حالا مهدی جان خیلی تخصصی تر وارده، که حالا نم فوسه میگن، نمیدونم هوا خارج میکنن، اینا همه تاکتیک های تئاتری و سینماییه که اصلا نمیبینیم توی خانم بهرام. بچه ها دقیقا همین موردی که گفتی رو اول سریال که با نگاه داشتیم میدیدیم، من گفتم همه اول که داشت تلفن صحبت میکرد من به نگاه گفتم دو حالت داره بازیش، یا اینکه خیلی داره شیک صحبت میکنه یا خیلی نشه است. بعد اون خنده نشه خنده خشک نشگی بود، میدید بعد دهن خشک اصلا توپ، یعنی دوتا دم رو قبلا، حالا نمیدونم با احترام شاید اون دوتا دم رو گرفته قبلش، ولی کلن یا اینکه خیلی میخواد شیک صحبت کنه یا اینکه خیلی دم رو خوب گرفته. خنده زورکی. درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدا رو شکر من هم مثل محمد از قسمت اول نبودم و خوشحالم که موافق نبودم با این سریال. فیلم و سریال قرار از روی صحنه ها و سکانس ها و واقعیت های زندگی ما ساخته شه. بله داریم ژان های مثل ژان های سورئال و فیلم های تخیلی، که اون هم یک چارچوبی اول فیلم بهت میده که اگه از اون خارج شه تو میگی این هم زیبا نبود. وقتی این فیلم باورپذیر نیست، وقتی بازی ها زیبا نیست، من وسط سریال گفتم آخ این پسره که داره باش تماس تلفن صحبت کنه نکنه بیاد تو داستان. من گفتم دنبال چی هستی؟ اصلا چرا میری دنبال داستان؟ حالا اصلا اون کی چی شده؟ یک خط فیلمنامه، یه باندی هستن، این باند رو آخر پیدا میکنن دیگه. بقیه عوامل هم که سرشار از ایراد، باورپذیر نیست. آقای خانم سارا بهرامی میره به پسر بچه میگه اینجا منزل آقای احسان بزرگراه. به پسر بچه تو اینجوری صحبت میکنی؟ مگه داریم؟ یا مثلا اونجایی که رفت توی اون آقایی که لوازم منزل میخواد خرید و فروش میکرد، گفت فرزاد کجاست؟ گفت اونجاست. اصلا بابا گوش کن ببین طرف چی میگه. اون آقایی که هنرورم بود، خب اینا نکاتیه که آدمو اذیت میکنه توی داستان. آرمان هم که کلن همچنان من چیکار کنم، من چیکار باید بکنم، من چیکار کنم سارا بهرامی، من چیکار کنم؟ این از این داستان. کلن فیک آباد بود، به سبزه نیز آراسته شد، آقای جم اومد تکمیل شد، معین جه که اومد تو مال من، این دیگه اصلا
تکمیل شد برای این اثر، برای من اثر فاخری که اصلا لذت نمیبرم. مرسی کیارش، چه نکته باحالی رو گفتی، دمتون گرم. من خانمی که الان میبینید به نام نگاه نشسته، روزی که من با اولین روزی که ما با هم آشنا شدیم، بذار بهتون بگم، من یا فرزاد فرزین براش گذاشتم یا ابی پوستشی رو، گفت قلب تو قلب پرنده دیگه، اینا خاطره میسازه برای من، شخص من. ببخشید برای مخاطبا و مخزنی در قالب فرهنگ طرف رفته با پارتنرش آشنا شده با آهنگ پوستشی، مورد داریم میره دیالوگ یاد بگیره چجوری مخ دختر رو تو خیابون بزنه. چقدر نه آخه جالب اینه که بچه ها میدونید اصلا چیه، گفت از این به بعد هر آهنگی رو گوش، این آهنگ رو گوش بدی یاد من میفتی. امیر شعرباف قطعا تو دلش گفته من که دیگه این آهنگ رو گوش نمیدم که میخوام یاد تو بیفتم. خب خوب آهنگی گذاشتی پس یادش نمیفتی، ولی خیلی بده که یه دختر اینجوری بیاد. و حالا کتکش هم خورد. یه دختری بود که تو صورتی زخم بود، رفت اونجا واستاد، بعد یه دفعه نشون داد که یه تخم مرغی افتاد توی ماهیتابه، بعد ژله شاتوت نشون داد، بعد نشون داد که این شاتوت داره میفته تو گیتیز توی شکلات. یعنی ما الان باید بفهمیم که خانومه رو با تو این تخم مرغ پهنش کردن، انداختنش، اینا رو باید اینجوری بفهمیم که یه تبلیغ ریز سام سرویس هم داشته باشیم سامسونگ. میگم خوب شد پوست میوه ها رو نکند اونجا. این آره اینم بد میشد واقعا. مثلا پرتقال پوست میکنه، بعد پرتقال پوست میکنه، بعد دستش بکنه این وسط اینو باز کنه پرتقال رو به همه بده و فلان اینجوری. آره اون لحظه یه تبلیغ سام سرویس که اومد، من فکر کردم یکی شبکه، یکی کانال عوض کرد، یکی کنترل رو دستش گرفت. من یه لحظه شوک شدم، بعد دنبال بقیه سریال میگشت، انگار گم شده بودم یه لحظه. آره این برام جالب فکرش در این که میگی که سریال باید از رو زندگی ما باشه، پس تو اصلا مرداب رو نباید بریم، وقت رو نباید بریم، برای چی مرداب رو دوست؟ مرداب مگر رو زندگی ما هاست؟ ببین اصلا این حرفت بر من قابل قبول نیست، چون سریال مرداب هم به زندگی ما ها شبیه نیست، سریال هفت به زندگی ما ها شبیه نیست، سریال دفترچه یادداشت به زندگی دفتر یادداشت به زندگی ما شبیه نیست. این هم یه سریالیه، حالا تخیلی میخواد زیبا تصویر زیبایی به ما ارائه بده، مثل مرداب، مثل هم. من از اون اگه بخوام اونجوری بس کنم نباید اونا رو ببینم. و من کسایی رو میشناسم که عاشقانه هر روز معین زد میشن، من احساس کنم دنبال زیر بغل ماری، چون خیلی معین زد رو دوست دارم. من خودم اصلا صداش رو گوش میدم میرم چیز میشم، حالت چی میگم بهش، تشنج به دست میده. ولی خیلی ها هستن که معین زد رو دوست دارن صداشو، و باهاش چنان عمیقا حال میکنن که روزشون رو باهاش میذارن. این دختر پسرم اونجوری بودن دیگه، شما نمیتونید به این موضوع ایراد بگیرید توی داستان. و فقط اینکه شخصیت پردازی که داره امین شرباف بازی میکنه خیلی شخصیتش ایراد داره. با پدرت بازپرس باشه، خودت علاقه به وکالت داشته باشه، و این وقتی اینو واقعا بر من قابل درکه چجوری این رفته تو کار. ولی بقیه چیزها دیگه خیلی دارین عجیب غریب سخت. من نمیگم سریال خوبیه، نمیگم داستان کاملا یا بدون سی، ولی موینزه رو نمیگم سریال دارین بی‌انصافی میکنیم. مرسی، بذار یه مخالفتی با سحر بکنم کیارش. در مورد موسیقی در اول همین سریال آهنگ ابی شنیدیم، خب اگر میخوان تاثیر بذارن مثل پوست شیر با آهنگ پوست شیر اون تاثیر بذارن، که اگر یه موزیک خالیشو میذارن مردم میگن چرا ابی نمیخونه و برادران محمودی میرن میجنگن که قسمت آخر حتما صدای ابی پخش بشه، یه چیزی بذارن که برای همه نوستالژی داشته باشه، نه قشر خاصی که فعلا فقط معین زد دوست دارن. اوکی معین زد برام محترمه، ما انتقاد اگرم انتقادی میکنیم شخصیتا پسر خوبیه، اگه انتقاد میکنیم نسبت به کارش و تکنیکش داریم انتقاد میکنیم، ولی اگر میخوای تحت تاثیر بذاری اون دو تا جوون مثلا میتونستن یه بازم فرزاد فرزی خیلی قوی بود اگر میذاشتن به جای اون چیز. میدونی چی میگم؟ حالا کیارش تو بگو. من این نکته رو خواستم بگم، فکر میکنم اینجا از دست خودم ناراحت شدم، چون احساس کردم منظورم خوب نتونستم برسونم. من اصلا منظورم فیلمنامه داستان نبود سر، من منظورم این اتفاقاتی که بین صحنه ها و دیالوگ ها بازی ها میفته، اصلا در دنیای واقعی این شکلی آدما با هم حرف نمیزنن، انقدر دیالوگ ها مصنوعی نیست. ببین خیلی مصنوعی دیالوگ، میگم داخل ماشین بود دختره مگه شک نکرد به پسره،
اینقدر مصنوعی، بعدم خب اصلا یه میمیک صورت عوض نمیشه. یک لحظه خودتون رو بذارید جای این دختره که به اون پسره شک کرد که داره دختره دیگر هم گول میزن. تیار از دختره خودش یه طرف فریبکاری ماجراست. اصلا من وقتی داشتم دختر رو میدیدم عملا تو خونه دوستش که میگفت اینجا خونه دوستمه، دختره مشکوک بود، چون خودش آدم مشکوکش مورد داشت، برای همین اونجوری باید تو ارتباط با پسره تعجب نکرد و ادا داشت در میآورد، به خاطر همین داشت اونطوری بازی میکرد. خب مرسی از لطفتون بچه ها. وحید آقاپور توی این قسمت نگاه کردم، وحید آقاپور واقعا داره تلاشش رو میکنه. نه واقعا داره تلاشش رو میکنه، ضعیفتر نشده نقشش. نه ببین داره تلاشش رو میکنه، من خدا میمیکش همه چیش درسته، یعنی چه اکت دیگه ای باید بزنه که بگیم این یک بازیگره تمام عیار داره انجام میده، درمانده است. بعد عرضم محمدرضا مالکی داره کار خودش انجام میده. الان یکی از بازیگر، حتی خانم بهافرید غفاریان هم خوب بازی کرد، حتی اون اکت شکلات که هر دفعه میمد دستش میگرفت، چشمک زدنش، اینا چیزای خوبیه. من احساس میکنم تنها لکه نمیشه، حالا تنها لکه که یه ذره برای من چیز بود، شاید هم داره نقشش خوب بازی میکنه که من یه ذره روش گیرم، آقای سیامک احسایی بود، اون وکیل کرواتی که میومد، احساس میکنم خیلی چرکه، به خاطر همین تنها کسی که میشه روش چیز کرد، یه ذره مانور داد، یه ذره خیلی چرکه. شاید هم وکیل اونجوری دیگه در اون حد، کاش که حتما قبل از این سریال پخش میشد قسمت اول گناه فرشته رو میدیدن، یه وکیل رو میدیدن که چه شکلی باید باشه، وکیلی که کاریزماتیک باشه. اصلا کاریزماتیک نیست، اصلا بیاد خود سارا بهرامی میبینتش میخنده اینجوری. من اینو بگم و دیگه صحبتی ندارم. بچه ها قدرت اسپانسر متاسفانه در سریالامون خیلی زیاد شده، یعنی اسپانسر میگه من به شرطی پول میدم که اینجا و اینجا تبلیغ من باشه، و تو گن میزنی به ساختار و میزانسن کار. آقای اسپانسر سام سرویس یا هر کی که هستی که الان هم ما داریم الکی تبلیغ تو میکنیم، بذارید من از این وکیل چرکی که مهدی داره میگه شروع کنم، شاید یه 30 ثانیه بیشتر از زمان ازتون بگیرم. آقا وکیل مرد چرک کسیب این شکلی بسیار زیاده و من لذت میبرم که چقدر طبیعی ساختن یعنی شخصیتو. و اینکه چرا کیارش برات عجیبه که یه خانم وکیل که یاد گرفته با فن بیانی که داره، چون یکی از اصولاشون هست که فن بیانو نه اجباری نیست ولی باید یاد بگیرن بهتره، و اینکه نوع کلماتی که استفاده میکنن همینه، و اینو داریم تو کل قسمت ها داریم این ادبیات ازش میبینیم که چقدر محترمانه با همه صحبت میکنن، حتی زمانی که دارن بهش توهین میکنن، پس اصلا چیز عجیبی نیست. این یه دونه. و اینکه من فکر میکنم فلشبک آقای سانیفر زیاد به درد قصه ما نمیخوره، اون به عنوان حالا یا وکیل سرپرست خانم میترا بوده یا کسی بوده که کمکش کرده یا یه فامیلی چیزی دارن. توی این سریال داریم میبینیمش که پدر آرمان هم هستش، و داستان در مورد این نیستش که بخوام فلشبک از روی ایشون بزنن. اما یه چیزی هم بگم کیانش، که گفتی خدا رو شکر با محمد از اول همراه بودی که اینو دوست نداشتی، خدا رو شکر که از اول منم با سحر همراه بودم که این سریال دوست داشتم. ببینید دنبال قصه میگردین که مثلا نمیدونم چی میخواین از سوش در بیارین، ژانرش مشخصه. حالا اینکه بخواد وکیل کارآگاه باشه منم دوست ندارم، یعنی نقشه که وکیل میخواد نقشه کارآگاهو بازی کنه، نقشه پلیسو بازی کنه، نقشه نمیدونم همه چیو بازی کنه، برای من جذاب نیست. مخصوصا اینکه اونقدر چنته پلی نداره، اونقدر یعنی نشون نداده که قدرتمنده، ما فقط توی دیالوگ ها شنیدیم. کاش دو تا صحنه دادگاه ازش نشون میداد که چقدر قدرتمنده، اون موقع برای من باورپذیرتر میشد. و بازی ها به دل ما نمیشینه چون شخصیت پردازی ضعیفه، خیلی هم ضعیفه. اگه شخصیت پردازی قوی میشد ما همه بازی ها رو دوست داشتیم. الان سارا بهرامی چون شخصیتش بیشتر برای ما شکل گرفته، یعنی بیشتر از همه، برای همین همه باورش میکنیم و قبولش داریم. و اینکه صحبتامو تموم میکنم با اینکه این حالا لحظات عاشقانه که در موردش گفتم که این خانم داره چیز میکنه، تعلیق مرگ نیلوفرم برای من یکم عجیب بود. حالا نمیدونم واقعا این تعلیقه باعث شد، یعنی اینو کشتن زنده مونده یا چیزی. امیدوارم که حداقل این تعلیقه رو بهش جواب بدن، قسمت بعدی رهاش نکنه. مرسی، خیلی کوبنده صحبت کردی. جورج پروسپر رمی، خالق داستانهای تن تن رو اینجوری خلق کرد که یک خبرنگاری بود که از کتاب دوم به بعد شد کارگاه دیگه، به عنوان خبرنگار همه جا میرفت. این هم دیگه اینجوریه، خیلی دیگه مد شده این داستان و اینا.
بدم نیست، ولی خیلی راحت میتونن کسی که کارگاه میشه دومشو بگیرن بنزنش بیرون. بچه ما فقط یه نکته هم میخواستم بگم که یادم رفت توی حرفان قد که میخواستم فقط جواب صحبتاتون رو بدم. بچه این سریال قسمت هایی که آتولی و عکس و از دخترها که دارن میگیرن بسیار زیاد شبیه دوتا سریال ترکیه که اتفاقا این سریال هم از روی پرونده واقعی گرفته شده به اسم گربه سیاه. حالا سریالش هم عمر و باشکابیری فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بام باشکابیری و اینکه دارن اینو نشون میدن و این پرونده واقعی بوده، ولی این دیگه خیلی داره بهش اشاره میکنه. خواستم اینم بگم که یه چیزی هم منو داره اذیت میکنه که کسایی که توی خارج از ایران دنبال مثلا حالا افتر پارتی هستن و دختر این چیزا میخوان، فکر میکنم به اندازه کافی هست دیگه از ایران دختر صادر نمیکنن. اینم میگه خیلی فکر شده، این قسمتشو من اصلا دوست ندارم. آقا من قسمت قبل هم گفتم که محمد علی شرباف به عنوان کارآموز وکالتی که ضعف جنس مخالف داره این نقشو بد بازی نمیکنه. گفتم تش باد میده دیگه، خب میده دیگه. خانم وکیل اونقدر سوسول بد اونجوری هر جایی که بری کیارش درست گفت با اون هوندا شاسی بلند نمیری، مثلا کسی کاراتو راه نمیندازه، کسی درست بهت جواب نمیده، اسکلت میکنن. و این آدمی که خفتش کرد اونجا اینا واقعا واقعی ان. ما یکی تو لایو ها میومد، آقا این اسمش چی بود، اسمش یادم رفته، چی بود اسمش، تو لایو ها میومد اونم همچین آدمی بود، نام داری ارزم؟ بله بله خودشون بودن. بعد بچه ها این کارها رو زیاد میکنن با کارت های بانکی های آدم های چیز، مثلا کلن سایت های شرط بندی ها اینا هم که تو ایران کار میکردن قدیما با همچین حساب هایی مثلا پول ها رو میریختن. بچه ها همینی که الان ما تو این قسمت اومدیم دیدیم که وقتی داشت با بچهش ویدیو کال میکرد حداقل اون آیکون چه میدونم کالینگ و اینا افتاده، حداقل پلی و پاز و اینا افتاده بود، حداقل به اینش توجه کرده بودن ما اینجوری این سوتی رو نگرفتیم. خب خیلی خوبه خودش. ببینید یه لانگ شات داشت میگرفت اولش از یه جایی که ماشین میاد اونور کوچه و این دوربین از اینجا داره میگیره، اون حس تعلیق رو خیلی خوب میرسوند اونجا که میخواستم ببینم دقیقاً چیه. خود خانم وکیل داشت میومد. بچه‌ها شریعتی قبل پل صد ماشینای ولنجک تاکسی خطی نیستش، این اصلا یه جوری بود که داشت می‌خواست بره ولنجک، اونجا چیز بود شریعتی بود، کسی در مغازه کسی نمیره اونجوری داد بیداد کنه، چون یارو یه دقیقه پرتش میکنه بیرون. میخوای وکیل باش، میخوای هر کسی که باش. سحر من در مخالفت با حرف تو میخوام بگم که ببین آره موینزت خیلی دوست دارم، ولی اگه دوتا جوونن خب میومد آهنگ خنده ها تو دیدم توی صورت دیگه دلم لرزید، آهنگای قدیمیشو میذاشت، آهنگای علنی که صدا سیمایی شده، یه آهنگ صدا سیمایی مجاز و اینجوری میذاشت بعد همدیگه رو نگاه میکردن، من اینه که حرص منو در میاره. چون ببین حداقل اکثر آدمایی که الان چی میگن جوونایی که هستن این آهنگ مجاز اینا که اینجوری اینقدر پروانه ها رو اینجوری میگیره رو انقدر نمیدونم، فکر نمیکنم براشون ترند باشه. باز هم شاید من اشتباه میکنم. من میگم وقتی که کارگردان میتونه اولش ابی بذاره اونم ها که میمیرم از حسادت اینو میتونی بذاری، بعدش هم یه ابی بذار باز هم دیگه یه لفظ دیگه اون این اینجوری. حالا به هر حال یه خورده حالا خوبیاش هم بگیم بعد دوباره، چون خیلی اشکال زیاد داره، خیلی راحت میشه در مورد اشکالاش صحبت کرد. یه خورده که من آروم میشم تو سریال فقط به خاطر آیه مصطفیه. موقعی که میره روی مصطفی من احساس میکنم تازه میفته سریال تو روال خودش، یه خورده آروم میشم، همه چی انگار درست‌تر به نظر میاد. ویدیو کالی که عبدی هم گفت زاویه دوربین و ایناش خیلی طبیعی بود، درست شد نسبت به قبلش. ولی چیزی که سر مشکل داریم، مثلا با موینزت مشکل ندارم، که مهم اینه که ما تو فیلم مثلا دریا میخوایم، تایید کننده میگه پول داده بیابون نشون بده، نمیری خب نمیشه که آخه، بعد یه چی به هم بخوره. ولی موینزد هم آخه اینقدر طرفدار نداره، اصلا کاری به خود موینزد ندارم، ما یه سوژه‌ای بعد اونجا موزیک پخشه این بعد به کارمون بیاد. موینزد اینقدر چیز نبود، نمیخورد به این حرکت. حتی نم موزیک های نوستالژی تر این همه داریم من، یعنی اینو دیگه آمار موثق دارم، دوست دختره خود موینزد هم موینزد گوش نمیدن. بریم سر صحنه‌ای که ما دوچاره باید تعلیق شیم، مثلا همون جایی که خب فیلم جناییه دیگه، بالاخره پا دیگه از چیش باید خوشمون بیاد، سوژه که مال 400 سال پیشه، یعنی من نمیدونم اونی که بخواد بره این کارو بکنه خودش میره همه کاراش هم فیکس میکنه، عذاب وجدان هم نداره، پولش هم در میاره نوش جونش، ارزشه داشته. چرا هی فوز عذاب وجدان؟ خب مگه عقل نداره؟ مثلا 9 سالشه، همه کارا رو خود دختره میکنه، حتما نیاز داشته. انقدرم داریم مثل اینا میرن اونور یه خورده اوکی میکنن، بعدن اصلا
روال زندگیشون عوض میشه. مثل الان که کلی از پرنستارا هستن وکالت خوندن، دکترا دارن، خیلی از اینجور مسئله اینا دیگه عادی شده. اون صحنه ای هم که میره اونجا، ما همه جور آدمی که تو اجتماع داریم، ولی صحنه ای که میره اون طرف خفتش کنه با یه دونه اسپری فلفل، اگه دیگه طرف تا این حد زده باشه بالا، مچ دستو میره کارو انجام میده، نه اینکه بشینه اونجا انگار که این با کلت وایساده. خیلی اینا شکه آدم ترک میخوره. یه خورده بتونیم همزاد پنداری کنیم، رفته در خونه یارو رو زده، تو کی که در خونه یارو رو زدی؟ اصلا جذبه ای هم نداری که یارو یه خورده بترسه. به قول مهدی، هاشتی پاشتی پاکایسی بابا اصلا نمیخواد. مرسی، کاریزما نداره دیگه. ولی بچه سالا بهرامی فوق العاده دختر خوشتیپیه، خوش چهره است، خوشتیپه. ولی حالا اینجا دیگه بعد نقشش در میومده دیگه، ولی یه سری ها دوستش دارن، ولی یه سری میگن آقا نه سالا بهرامی اوکی اوکی. ولی مثلا کاریزمای مثلا کیو بگم بیزتون که داشته باشه، مثلا سمیرا یه زخم کاری رو نداره، کاریزماشو میبینی؟ یه همچین کسی میخواست بیاد دنبال کار. مهدی جان این سریالا سبکش یه جوریه که مثلا دیدی آدم داره پاپکورن میخوره، یه چیزی میخوره، داره سریالو میبینه، تعلیقش باید کند کنه خوردن تو که اصلا بیمونی تو اینجا، بگی اصلا نداریم این نقطه ها رو تو سریالامون. ای کاش کمدیش میکردن به نظر من موفق. دوستان الان همینجوری محمد هم گفت تو با گاز فلفل وایسادی، بعد گاز همه گیری داره، تو نمیتونی تو خونه گاز بزنی، که تو اون گاز رو بزنی خودت هم افتادی به قلعه، هم افتادی مردی، چون گاز اصلا یه چیزی که همه گیری داره دیگه، تو گاز باید بزنی دری. بچه من فقط یه چیزی هم بگم در مورد موعظه‌ای که همه به سحر گیر دادی. خب حالا من کاری ندارم، نظر سحر کامل محترم برای من، اما اینکه خیلی نامردی بود، گفت چاوشی رو رد کن، موعظه رو دوست داشت. این خیلی برای من زور داشت واقعا، گفتم اینم بگم. ما داریم راجع به یه شخصیت حرف می‌زنیم که یارو رفته عکس لخ بگیره بره ترکیه کار. خب معلومه یارو چاوشی رو رد می‌کنه، موعظه گوش میده دیگه. ببین سبک جوانای امروز، سبک کسایی که تفکرشون با ماها خیلی متفاوته، سبک اینه دیگه. این موزیک رو ماکان بنگ گوش میده، موعظه گوش میده، نمیدونم کیه که ما نمیریم کنسرتش، مجانی منو یعنی به قصد کش بزنم نمیرم، میره گوش میده دیگه. من دارم میگم داره همچین شخصیتی به ما معرفی میکنه. من مثلا موعظه نیست، مثلا اینه که شما دارید اشتباه میزنید راجع به شخصیت اون با انتخابش. آقای حامد انقام تو فیلم سریال فرشته اگر دقت کرده باشی، آهنگایی که تو ماشین شاوسنی پخش میشد جیمز براون بود و باب دیلن داشت پخش میشد، دو تا آهنگی که مثلا اینا چیزایی بود که برای اون گذاشته بودن. آره خیلی خوبه که به این چیزا دقت میکنه. اگر ذهنیت سحر تو این زمینه درست باشد، یعنی ما با یک آدم خیلی چیپی طرفیم که قشنگ واسه پسر نقشه داره، که چاوشی به قول تو رد کرد. اینا نکته خوبی ها بهش داریم میرسیم. نکته سحر رو که شنیدم اون نکتم رو پس میگیرم، خیلی منطقی گفت. نه آره دقیقا. مرسی، متشکرم از لطفتون. بچه‌ها من بالاخره فهمیدم تماس‌های اسکایپ و اینا چیکار می‌کنن. هر دفعه گوشی‌هاشون زنگ می‌خوره، هر کدومشون یه دستگاه دوربین سونی FX6 دارن، تا اسکایپ وصل بشه وصل می‌کنن با اون فیلم برداری می‌کنن. اصلا دیگه شک نیست، چون کیفیت عجیب غریب خوبه. مگه داریم انقدر خوب باشه؟ آقا پور مهدی راجبش گفت، الان نمیدونم حالا در کنارش میگم، ولی این تفاوت نظرهاست که قشنگ میشه. یکی اومده بود گفته بود که آقا شما تا گوهری مثل مهدی، گفتم آقا مهدی تاج سر ما ازش یاد گرفتیم، ولی اگه هرچی بگه من بیام همونو بگم، چرا برنامه بسازیم؟ من نظر شخصیمو میگم. آقای وحید آقاپور می‌خواستم بگم اگر شما دوره بازیگری دیدی، برو از اول از روی استخوانی شروع کن به خوندن. اگه ندیدی کلا بازیگریو بذار کنار. افتضاح شما برادر من. گفتن کلمه افتضاح به کار نبرید، من اینجا از عصبانیت داشتم به کار ببرم. نگاه، من راجع به لحن ادبی بودن وکیل صحبت نکردم، من با آکسون گذاری، با لرزش موقع ادای کلمات باشه، اینا بازیگریه، چه ربطی به وکیل داره؟ ایشون میتونه بازیگر خوبی باشه. خانم بهرامی گفتم برنامه پیش به عنوان نقش مکمل، بعد تو میای میگی که من خوشحالم از اول برنامه بودم، الان جواب شما رو میخوام بدم، ولی گوش کن، ولی نوشتم محمد راجع به اسپری فلفل صحبت میکنه، لایک میدی، میگه فیلم ماره 400 سال پیش، لایک میدی، خودت میگی تعلیق اونجاشو دوست نداشتم، شخصیت پردازیشم دوست نداشتم، شبیه دوتا سریال ترکی بود که خیلی هم اغراض شده، پس از چی خوشت اومده دقیقاً؟
یعنی من واقعا متوجه نشدم دیگه، گفتی خوشم اومده ولی همش ایرادا رو گفتی در ادامه صحبتات. این برای من خیلی جالب بود. در کل این تفاوت نظرها خیلی قشنگه. شما هم بیا نظرتو بگو دوست عزیز، منتظر شما هستی بدون بی احترامی مثل ما مخلص. مرسی کیارش. حالا قبل از یه نگاه جوابتو بده بچه، من نمیدونم وحید آقا پور چه اکتی دیگه باید میزد. شما میگفتید بازیش خوب بشه، بازیش خوب بود. مهدی جان به نسبت بقیه واقعا خوب بود. آره نسبت بقیه واقعا خوب. بچه خانم چیزم خوبه، این خانم مهتاب ثروتی هم بازیش خوبه. اینا هر کدوم یه تیم رو میندازن بابا، فیلم سینمایی رو میندازن. بعدش هم همه الان منم ایران بودم که افتخارات هم بود که مازیار رو میریم من زنگ بزنه بگه میای نقشو بازی کنیم. من مخلصتم میام با کمال میل میام. اینجوری نیست که بگیم نه آقا نه اینا همه گندن همه گوهن، نه ما داریم نسبت به این چیز بگیم. ولی قشنگ بود این قسمت، برای من خیلی دلنشین بود. تو گفتیم این قسمت خیلی قشنگ تر سه تا قسمت قبلیش بود. بذار نگاه برای چیز میخواد یک دفاع ریزی از خودش بکنه و بریم و برگردیم. من سریال رو دنبال میکنم، خیلی هم دوستش دارم، مثل حیثیت گم شده است واسه من. کیارش من گوشی آیفون دارم، خیلی هم دوستش دارم، برندش رو اصلا دوست دارم، ولی میدونم که یه سری ضعف داره، مثلا شارژ زیاد نگه نمیداره. حالا به اینکه آپدیت کردن منو اذیت میکنه، ولی دلیل نمیشه بگم که خب نه من دوستش دارم چون ایرادا رو داره. این سریال رو دوست دارم، ایراداش هم میگیرم. ببین من وقتی یه چیزی رو دوست داشته باشم چشمام روی بدیاش نمیبندم، که چون فقط خوب بوده دیگه خوبه، هیچی به چشم نمیاد. این میشه دوست داشتن منطقی و درست. من دارم تو راستای قصه که هست دارم پیش میرم. حالا تعلیقاش نمیگم زیاد برای من جذابه، برای اینکه من با یه بخشی از حرفای محمد موافقم، اون از نظر من ایراده. با یه بخشی لایک میدم به حرفتون، با یه بخشی دیسلایک میدم. خب چون با اونا هم نظرم با شماها، پس این دلیل نمیشه که من توی انتخابی که کردم، توی نظری که دارم اشتباه دارم میکنم. نمیتونم بگم آیفون میگی آقا من گوشی آیفون رو دوست دارم یا پلان اثر رو دوست دارم، آیا نباید خوبی هاش بیشتر از ضعفش باشه؟ تو این برنامه از اول تا آخر پای بیشتری گفتی تا خوبیا. نکات مثبتی هم که محمد گفت مثبت، محمد از نظر من مثبت نبود، استاندارد بود همین. ببین کیارش مثل خودت، حالا یادم نیست خیلی وقتایی خیلی چیزا رو دوست دارم، یعنی خوب نبوده گفتیم من فقط دوست دارم، ببین دوستش دارم، منم فقط دوستش دارم، با اینکه ایرادم داره دوست دارم ادامش بدم، ولی ضعفاش هم هست، ولی منو میکشونه اون یعنی کشش برای قسمت بعدی رو برای من داره. من قسمت قبلیشو اصلا دوست نداشتم، یعنی این قسمت اگه اینو گفتم اگه قسمت بعدیش هم اینجوری مثل قسمت 3 باشه دیگه نگاه نمیکنم، ولی خب قسمت 4 خودش رو تکون داد و قشنگ منو همراه خودش کرد برای قسمت بعدی. خیلی متشکرم از تک تکتون بچه‌ها، مرسی بودید تو برنامه. جای خانم ساینا عطایی دوست آقای عبدی خالی بود تو این قسمت. بچه ما هنوز بهناز جعفری، هنوز ما دو پرده دیدیمش، اینا باید بریزن تو داستان، یه جنجال باحالی پیش میاد. مرسی از لطفتون، بریم ببینیم نظر مخاطبمون چی بوده. برنامه بسیار خوبی بود، خیلی من لذت بردم. مرسی از محمد، عبدی، سحر، نگاه و کیارش، دمتون گرم که بودین. منتظر باشیم تک به تک کامنت های همه شما رو هم جواب میدیم دوستان. بچه ها جواب میدن نسبت به صحبت هایی که کردن، حتما یا جواب میدن دفاع میکنن و ممنونم. شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.